به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در زندان دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، هیچی نداران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، سرداران تشتکی، فکلی های دکتر، مهندس، رئیس دانشگاه، استاد، استخونلیس، فوق دکترا در لیسیدن استخوان، در فروش مملکت، اینها شاگردان دزدانی هستند که این دزدان وقتی که میرن وارد اون مدرسه درس دینی میشن، بعد از اینکه زخمای زانوشون خوب میشه، اولین کاری که یاد میگیرن راه دزدیه، راه دروغگوییه. فرق نمی کنه هان، اونا که الان میبینین اینقدر آیت الله امام سرشه، اونم از همون دالون گذشته، خودش هم میدونه. در کشوری که شما توش زندگی میکنید و حکومت دینی اونجا رو اداره میکنه، آخوندهایی هستند که این آخوندها از جیغلشون تا اونی که دیگه عظما شده، نمیدونم کبرا شده، سکین سلطان شده، رهبر شده، اکبر دوزه خوکنما شده، یا امام ممامه نداره، جغل پقلی پرزیدنت محمود مشنگ شده، انتری نژاد معروف، اون یارو بونغلتونه 300 کیلویه که میخواد بره شمشیربازی کنه حتما برای جنگ، یه خود تشتک ریختن، این که فضله گذاشتن رو شونه هاشون، کبوتر میگذشته کاری کرده اونجا، بعد خودشون تو خودشون حکومت دینی دارن. این دین بر مبنای اسلام نیاب محمدی است. این دزدی ها با اجازه الله آسمونی است. الله آسمونی در این کتاب فرمودند در سوره 8 سوره انفال، بدزدید، غارت کنید، 20% بدید به نماینده من در روی زمین. من دروغ میگم، این کتاب رو بخونید، دروغای من در میاد. خیلی ساده است، هر کجا قرآن فارسی با هر کدومی که هر چقدر شر و ور توش قاطی کرده باشن، تفسیر نوشته باشن، خدا اینجا عوضی گفته من درستشو میگم، محمد نفهمیده درستشو من دارم میگم، هر چی دلتون میخواد بخونین، تاش ببینین چی توش نوشته. قرآن نمیدونی چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقط بلدی. قرآن نمیفهمی چیه؟ قرآن یه آقایی بود اون بالا، اسمش الله بود یا خانم بود یا یه چیزی بود که باسن خیلی گنده‌ای داشت، رو تختی که نشسته بود 80,000 ملائکه زیر این تخت بودن که این تخت دائم رو هوا باشه. حرفا رو باور کنید، خیلی درسته، حتما درسته. هر وقت بنده خوبش حضرت محمد گرفتاری پیدا میکرد، به خصوص گرفتاری جنسی، جبرئیل میگفت پاشو بی جلو، بگیر این آیه رو ببر بده دست حضرت، بخونه واسه زنا. ای زنی که ای خانومی که به من دشنام میدی، اب نداره، بخون
بعد از خوندنت همه دشنامات مال من. آقا و خانومی روی تلفن من پیام گذاشته بودند، پیام های طولانی هم بود که ما اینجوری بودیم اینجوری بودیم، نجات پیدا کردیم، راحت شدیم، خانومم یه خورده بیشتر طول کشید، اوایل به تو فحش میداد اینا. خانوم گوشی رو گرفتن، پوزش خواستن، اصلا احتیاجی نیست عزیز دل من، دختر من. من اصلا فحش و بیست ناسزا اینا برام مهم نیست، مهم اینه که تو رفتی راه تو پیدا کردی، اون برای من مهمه. من عقده دارم چون به خود من کسی این حرفا رو نزد. امروز روزم همه از ترس سنگ شدن نمیگن یا الله گذاشتن تو آسمون، یا الله کردن زیر زمین. اون الله میگه بدوز، این الله میگه سهم منه بده. این الله و 1200 سال تو عراق کردنش توی سرداب، تو قوم از توی چادر اومد، بعد به غیرتش برخورد که زنا و مردا میان کاغذ میندازن اینا تنشون به هم میخوره. امام زمان ناراحت شد، جلز بلز افتاد، دستور فرمودن یک ها بزنیم واسه زنا، یک ها واسه مردا. حیواناتی که فقط احتیاج به کتک خوردن هم ندارن، خر رو باید یه سیخونک کرد، ولی گاو و گوسفند رو همون جوری میره به خطش کن دم سلخونه، یکی که وای میسه گردنش رو ببر، دومی بیاد گوشتش رو بخورن. تو آینه نگاه کن، ساعتی در خود نگر تا کیستی، از کجایی و از چه جایی کیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا زحال خود خبردارت کنم. میتونی بشینی فکر کنی لغت نیستی یعنی چی؟ اونی که ازش میترسی، اونی که آخوند به وسیله اون سوارت میشه، آخوندی که هر روز میره تای چاه، میاد بیرون یه کاغذ دستشه، میگه اون زیر با امام زمان صابونم خوردم، امضا گرفتم اومدم بیرون. طویله خبرگان تصدیقش میکنه، طویله تشخیص مهر میزنه، طویله شوروا بهش جایزه میده. نه آخوندهای خودی هن. اگه آخونده غیر خودی و بیاد حرفی بزنه، ترتیبش داده شده است. خود دانید. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. حرف من، سخن من به اینی که هرچی بهت گفتند سرتو ننداز پایین، دومتو تکون بده، بگو چرا. یا آقای یهودی کتابی نوشته 4 جلد و یک نکتهش خیلی بر من جالبه و چون درست نوشته براتون میخونم. مقایسه خدایان، یه دونه خدا وجود نداره، هر پیغمبری بیاد یه خدا میسازه، میگه اون خداه دروغه، این خدای من درسته، این خدا پیروان این خدا باید پیروان اون خدا رو بکشن، مالشون رو بخورن. خدا خون ریزه. پایه دینهای توحیدی کتاب توراته.
اگه کتاب تورات نبود نه انجیل وجود داشت نه قرآن. کتابی من دارم که متاسفانه دوستان نمیخوان بخونن، حکایات و قصص قرآن. تمام آوردش در تورات کپی کرده، همونجوری که عیسویت 60% آیین‌هاشو از مهری کپی کرده. ساندی یعنی روز خورشید، یعنی روز مهر. مهر پسر خدا بوده، عیسی پسر خدا شده. لباسایی که اینا میپوشن لباسای مهریه. اما مهریا رو میکشن، همون وقت که اینا آمده بودن مهریا رو میکشتن، چون مذهب یهود اساس و تمام و بنیاد تمام مذاهب توحیدی میباشد و بخش های از کیفیت آن آیین در این کتاب بیان شده، لذا احتیاج نیست همه آنها تکرار شود. البته آخوند پررو میگه نه، محمد قبل از عیسی بوده، موسی بوده. میگه میدونی چرا؟ شنونده حالو داره، شنونده بی سواد داره، شنونده نادان داره. در تورات به طوری که مشهود است، نقش خدا در تمام امور به طور وسیع نمایان گردیده است. اینک شرحی از آنها بیان می شود. در مرتبه اول، دگراندیشان تمام مطالب مندرج در تورات را زیر سوال برده اند. این متفکران مسائل را در ترازوی عقل مورد سنجش قرار داده اند. قبل از هر چیز نشان دادند که خدا برای اولین بار در اثر خودخواهی، خدا منظور یهوه، سبب مرگ یک انسان شده است. کسانی که تورات میخونن میفهمن من چی میگم، کسایی که نمیخوان بخونن کاری نداریم، ما همه رو حرف بی خود میزنیم. در کتاب پیدایش باب 4، پس از آن که 62 مرتبه نام خدا ذکر شده بدون آنکه کلامی درباره این نام بیان شود یا تعریفی برای آن بیان گردد، میگوید آدم زن خود حوا را شناخت. منظور زن خود حوا را شناخت یعنی همخوابگی کرد باهاش، و او دو پسر به نامهای قائن و هابیل زایید، که در یهودیت میگن قائن و هوال. بعد از مرور ایام، قائن هدیه از محصول زمین برای خدا آورد و هابیل نیز از نخست زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه آورد. خداوند هابیل به هدیه او را منظور داشت، اما قائن به هدیه او را منظور نداشت. یعنی اون که گوشتی بود گفت اون بهتره، تو که نمیدونم برای گیاهخوار آوردی، من دوست ندارم، من گوشت دوست دارم و پی. پس خشم قائن به شدت برافروخته شد و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هابیل برخواسته او را کشت. و خیلی جالبه، بعدش میره پیش خدا و خدا بهش میگه که من نفرین میکنم اگه کسی دستشو به تو آلوده کنه، یعنی قاتله رو، مثل همین خدا، مثل الله خودمون، قاتله رو میبره حوری خونه. توجه کنید، علت اولین مرگ انسان به واسطه خدا اجرا شد. مگر خدا انقدر شکمپرست بود که گوشت حیوان با پیه آن را پسندید و اون یکی را نپسندید؟ ای انسان ها که این مطالب را میخوانید، بیندیشید، خرد را به کار گیرید. از اول که به اصطلاح انسان آفریده شد، قتل شروع گردید. به واسطه چی؟ خودخواهی خدا. در حالی که در همان زمان انسان ها وجود داشتند، به طوری که در همین باب، در این کتاب پیدایش با بند 17 میگوید قائن زوجه خود را شناخت. چون روزی که الله یا یهوه یا هر چی شماها میخوان اسمشو بذارین آدمو خلق کرد،
گفت میخوام یه موجودی شبیه خودم بسازم. بعدش هم زد اینا رو پرتشون کرد رو زمین. بعدش دو تا پسر زایید حوا، این یکی اون یکی رو کشت. و بعدش میگه قائن زوجه خود را شناخت. از کجا جرأت داری سوال کن؟ حکم قتلت واجبه، سوال نباید بکنی. پس حامله شد، هم شناخت هم حامله شد. آخرین زوجه کجا بود؟ کتاب هم همین سوال میکنه. به علاوه اضافه میکند که دیگران زن بردند. از کجا؟ در باب 5:2 میگوید پسران خدا دختران آدمیان را به زنی اختیار کردند، زیرا نیکو منظر بودند، یعنی خوشگل بودند. پس پیدایش آدم و حوا اول خلقت، این که غیر ممکنه. خدا ناگرایان میگویند اگر کسی برای شما هدیه بیاورد آن را علنا مورد توبیخ قرار میدهید و آورنده را شرمسار میسازید، شاید این خدا آداب معاشرت بلد نبوده. آقایان خدا ناگرایان بیش از این ما را از بیدانشی شرمسار مگردانید. مردی که این نوشته حدود 80 سال داره، حقیقت اومده نوشته، خیلی هم با ملاحظه نوشته، چون آخر همین بخش میگه که من منظورم حرف بدی نیست، ولی این حقایق رو باید گفت. خدای بنی اسرائیل، ببخشید، خدا به صورت یک جنگجو به جای بنی اسرائیل جنگ می کرده است. تو اسلام هم همینه، خدا میگه شما ها تیر رو انداختین، من انداختم، من ملائکه ها رو فرستادم جنگیدن واسه شما ها. در کتاب خروج باب 4:22 به فرعون بگو خداوند چنین میگوید اسرائیل پسر من و نخست زاده من است را به تو میگویم پسر مرا رها کن تا مرا عبادت نماید. فقط اینا رو میخواد که عبادت کنه. و اگر از رها کردنش عبا نمایی همانا پسر تو یعنی نخست زاده تو را میکشم. آیا این خدا آدم کش است؟ در باب 12:23 آمده زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند. قصه اینه که میگه که شما یه بز نمیدونم 2 ساله خوب چیز کنین، سرشو ببرین، بعد کباب کنین، من بوی کباب بشنوم، خونشو بزنین به سر منزلتون که من وقتی میرم اسرائیل مصری ها رو بکشم شما ها رو نکشم. چون نمیدونسته کدوم کدومه، میدونی اینا رو کسی جرأت سوال کردن نداره. همین الان که من اینا رو میخونم فردا با ربایا گرفتاری دارم. آقا تو مسلمونی، برو دنبال کار خودت، به ما چی کار داری؟ بذار ما پول خودمونو دردیم. تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر خانه شما ببیند همانا خداوند از در بگذرد و نگذارد که هلاک کننده به خانه شما درآید تا شما را بکشد. در باب 14:14 خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در همین باب 25 و چرخهای عرابه های ایشان را بیرون کرد تا آنها به سنگینی برانند. یهوه آمد یکی یکی چرخهای عرابه ها را کشید بیرون و مصریان گفتند از حضور بنی اسرائیل بگریزیم زیرا خداوند برای ایشان با مصریان جنگ میکند. اینا تو تورات نوشته، اما تو نمیری تورات رو بخونی. در کتاب خروج باب 17:14 پس خداوند به موسی گفت این را برای یادگاری در کتاب بنویس و به سمع یوشع برسان که هر آینه ذکر عمالق را از زیر آسمان محو خواهم کرد.
بند 16 موسی گفت چون امالق جرأت کرده دست خود را بر اریکه خداوند بلند کند، خدا بر ضد آنها همیشه جنگ خواهد کرد. من مقصودش همون صندوق عتیق بوده، صندوق عهد. باب 23 بند 27، خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی که به دیشان برسی متحیر خواهم ساخت. جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا حوریان، این یه قومی بودن، کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند. زنبورها برن اونا رو نیش بزنن، اونا برن. فکر نکنی فقط قرآن وقتی بخونی خسته میشی، همه این کتاب ها همینه. البته 1400 سال یا 3500 سال پیش کسی سوال نمی کرده، 1400 سال پیش هم کسی سوال نمی کرده، هرکی هرچی دلش خواسته می گفته. این عرب زده هایی که توی مملکت ما هستند، من یه صورتی امروز آوردم با خودم، نمیدونم اینجاست، یه کاغذ مداد داشته باشید، بعد از چند کلمه که من حرف میزنم، اینا اسم بانک، مبلغ، شماره حساب و اسم کسی است که اونجا سپرده داره، سردمداران حکومت دزدان، که دیگه به من نگید چرا میگم اینا دزدند. اگر دزد نیستن این پولا رو از کجا آوردن تو این بانک ها خوابوندند؟ این مقدارشه که لو رفته. دوست عزیزی که از ایران به وسیله ای برای من یک کارت تبریک فرستادن و عکس این گجستک را هم سه تا 5000 تومانی برای من فرستادن، بی نهایت سپاسگزارم. فقط این نشون میدم که بگم اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه، اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه. خانمی به من تلفن کرده بود، گفت تو هر وقت راجع به پول و اینا صحبت میکنی من عرق شرم به پیشونیم میشینه، منم پشتم عرق میکنه وقتی راجع به پول و اینا صحبت میکنم. ولی خب به هر صورت این راه باید ادامه پیدا کنه، این راه تا روزی که این نفس از این گلو میاد بیرون باید ادامه. من هر روزی 50 دقیقه به این گنجینه اضافه میکنم. درود و سپاس بر شما بچه های ایران که اینها رو تکثیر میکنید و جا میزادید. درود و سپاس بر همه شما. برنامه الان مرتب شده، 7 صبح لس آنجلس میشه 6:30 بعد از ظهر تهران یا ایران، و 12 شب لس آنجلس میشه 11:30 صبح ایران. پس بنابراین در دو نوبت میتونید ببینید. دوستانی که کمک میکنند بسیار ازشون سپاسگزارم که این برنامه ها رو پخش میکنند. من ایمیلی که دیروز به شما گفتم ایمیلو اشتباهی گفتم. پیر شدیم یواش یواش، سامتایمر گرفتیم تا با آلزایمر برسیم. ایمیل جدید رو ایمیل rezafazili@rezafazili.com و اونی که مال rezafazili.com برای من ایمیل نفرستید دیگه، rezafazili2010 یعنی 2010 @gmail.com. دیروز اشتباهی گفتم فاضلی با دو تا لینا مربوط اصلا مربوط به جای دیگه است. رضا فاضلی 2010@gmail.com. 2010 هم گذاشتم برای اینکه همه بدونیم من تا سال دیگه هم زندم کارامو میکنم. اگر کاغذ مدادهاتون آماده است
یادداشت بفرمایید. علی خامنه ای، بانک شبارکاسه فرانکفورت آلمان، شماره حساب 23 40 75 617، 112 میلیون دویچمارک. این دویچمارکی که نوشته من نمیدونم مال کیه، چون دویچمارکی که این داشته الان باید تبدیل به یورو شده باشه و این همون نوشته با صداقتش من میخونم، آخرش هم مرکزی که این رو داده بیرون براتون میخونم. اول به شما بگم که خود من اولین ایرادی که گرفتم گفتم دویچمارک دیگه وجود نداره. علی خامنه ای کامر بانک یا نه کورنر بانک، کورنر CORNER کورنر بانک در ژنو سوئیس، شماره حساب 21 78 24، دلار امریکا 97 میلیون دلار. بانک کانتونال در لوزان سوئیس، شماره حساب 71 73 73.2 میلیون دلار. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تو پرانتز بهرمانی، یونین بانک سوئیس ژنو، شماره حساب 22 38 70 390 فرانک سوئیس، 532 میلیون و نیم فرانک سوئیس. سوسیال جنرال در زوریخ، شماره حساب 300 64 183. باز اینجا نوشته دویچمارک 477 میلیون دویچمارک. این هم یه علامت سوال جلوشه، یعنی اگر این درست باشه این رو در مثلا قبل از اینکه پول امریکا پول اروپا تبدیل به یورو شده باشه اون وقت در آوردن. من یادم وقتی من تلویزیون آزادی بودم یک صورت اینجوری اومد بیرون، یک کلام راجع به یورو تو این ننوشته، به همین دلیل اینی که اینجا نوشته و این حسابایی که نوشته مال زمانهایی است که هنوز یورو نیامده بوده. و شبارکاسه هم دوباره 238 میلیون دویچمارک. 100% من یادم این صورت رو راجع به شبارکاسه، به خصوص چون همه اینا رفته بودن تو شبارکاسه حساب باز کرده بودن. آدم هایی که نوشته محمد علی تسخیری، محمد گلپایگانی 85 میلیون سوئیس فرانک داره، بیژن نامدار زنگنه 141 میلیون یو اس دلار داره، حبیب الله عسکرولادی مسلمان بی غیرت نامسلمان در کورنر بانک سوئیس در ژنو 180 میلیون یو اس دلار داره، احمد جنتی 54 میلیون پوند انگلیس داره، عبدالله ناطق نوری گوساله دزد 123 میلیون دلار داره، محسن رفسنجانی محسن رفیق دوست 122 میلیون یو اس دلار داره. من فکر میکنم اینا خیلی بیشتر از اینا دارن.
محسن هاشمی بهرمانی 178 میلیون دلار داره، عباس واعظ طبسی 97 میلیون سوئیس فرانک داره، 216 میلیون یو اس دلار داره، حسین شریعت مداری کیهان معروف 38 میلیون پوند انگلیس داره، محسن رضایی 78 میلیون دلار امریکا داره، 52 میلیون فرانک سوئیس. مسعود موحدیان نمیدونم چه خریه 278 میلیون. کمال خرازی، خر رازی معروف، 18 میلیون دلار داره. علیرضا معیری 12 میلیون یو اس دلار داره. حسین کردی 14 میلیون. همه اینا دلار دیگه. عباس علی فروغی 10 میلیون و 7. محمد هاشمی بهرمانی 177 میلیون دلار. مرکزی که اینو برای من فرستاده، اگر میخواین خودتون برین به سراغش، هست HTTP، دو تا نقطه های زیر هم دیگه، یکی بالا یکی پایین، دو تا سلش boards boards نقطه IP مثل پیتر ERS IANS یعنی میشه persians .com. یه دونه ممیز میزنین پرینتش مثل همون پرینت، بعدش THREAD نقطه PHP یه علامت سوال یه تی. این سورسیست که این برای من اومده و به هر تقدیر شما اگر خواستید استفاده بکنید. دوستان، من امروز روز جمعه است. اگر کتاب میخواید بخرید آخر برج 27 امروز. امروز 27 ماه میلادی، 7 روز فروردین سال 2568 شاهنشاهی، 3747 زرتشتیه. دیروز زاد روز زرتشت بوده و اینجا چون همه چیز رو تجاری میکنن و اصولا کسی نمیدونه، چون قدیما که کسی زاد روز نمی نوشت و کسی چیز نمی کرد، به هر تقدیر یه عده اومدن گفتن بعد زاد روز زرتشته و همه باید جشن بگیرن و اینا، کار بدی هم نیست. و زاد روز زرتشت به تمام باورمندان زرتشت شاد و با تندرستی. اگر من صحبتی نکردم، برای اینکه کار من چیز دیگه است. خیلی از شماها به من زنگ میزنید راجع به خیلی چیزا صحبت میکنید. کار من پایست. کار من این نیست که بگم رفسنجانی چقدر دزدیده، وقتمو اینجوری تلف کنم. اینه در جواب کسایی گفتم که به من میگن تو از کجا میدونی رفسنجانی دزده. از این چیزا بر من زیاد میاد. اولین کسی هم که نقدش میکنه خود منم. اما پا
پایه کار ما در ایران یه چیز عجیب و غریبیه. یه اللهی درست کردن تو آسمون، خب اونو ما دستمون نمیرسه، مجبوریم، چون گفتن تو آسمون ما میترسیم اگه حرفی بزنیم فردا این الله یخمونو بگیره به سیخمون بکشه اینا، پس هیچی بهش نمیگیم. اما شعور، فهم، چجوری یه نفر میتونه قبول کنه 1200 سال پیش یکی رفته زیر زمین تو عراق، چند وقت پیش تو قم اومده بیرون؟ چجوری بوده که یه مرتبه 1400 سال پیش یه اللهی پیدا شده؟ چون محمد اول اسم اللهش مخواست بذاره رحمان، رحمان مال یهودی هاست، اون وقت که با یهودی ها میانش خوب بود اسم اللهش مخواست بذاره رحمان، بعد که با یهودی ها به همزد کردش الله. شما نمیدونید، نمیرید بخونید این چیزا رو، یه چیز دستسازه. دعوا هم سر پول بوده، فقط و فقط سر پول بوده، سر هیچی دیگه نبوده. من نمیخوام از حرفایی که میخوام بزنم عقب بمونم، فقط ازتون خواهش میکنم این کتاب های شجاع‌الدین شفا رو بخرید. بهتون گفتم تولدی دیگر تموم میشه، نخریدید تموم شد. الانم دارم بهتون میگم این پکیج ها تموم میشه. اینجا تلگرافی نوشتم کتاب های میر فطرس، حلاج، جای پای شعر در تاریخ یا چیزی شبیه این، اسلام شناسی دو جلد دو جزوه 120 صفحه، ملاحظاتی در تاریخ ایران که امروز یه قسمتی از این براتون میخونم، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست راجع به دکتر محمد مصدق نوشته. من بحث سیاسی اصولا نمیخوام بکنم، برای اینکه حرف من به جای دیگه ربط پیدا میکنه. پایه کار من این نیست که عربه اومد ماها رو زد، پایه کار من اینه که اون بیشعوری که از اون عربه که اومده به زن و بچه، به مادر و پدر ماها تجاوز کرده، حمایت میکنه. همه حرف من اینه. اگر بره بخونه بعد بیاد حمایت بکنه، من مخلص شم. اما اون بچه بد تربیت میکنه، اطرافیان بد تربیت میکنه. من و شما باید یه کاری بکنیم که آتیه مملکت ما درست بشه. به من نمیرسه، نرسه. مگه همش قراره که من برای خودم کار کنم؟ این کشور این همه سال مونده، همیشه هم از این احمقایی که من فوش میدن عرب زاده هستن، از اینا زمان اسکندر بوده، زمان چنگیز بوده، زمان هولاکو خام بوده، این آشغالا همیشه بودند. ولی اصالت ایرونی همیشه تعدادش زیادتر بوده. اون اکثریت خاموش رو دارم میگم که تا یه روزی میخوای اینا رو حرکت بدی، یه عده یه پسون به تنور میچسبونن، آقای فاضلی مردم میان تو خیابون میگیرنشون. دوست عزیزم، در کشوری که تو توش زندگی میکنی، به گفته خود حکومت سالی 27,000 نفر تو رانندگی، توی تصادف رانندگی کشته میشن. تو کشوری که تو توش زندگی میکنی، آمار رسمیش غیر از اونا که یواشکی زیر ماشین میکنه، نمیدونم عجل معلق میاد، سکته قلبی میاره، میمیروننشون، نفر دوم در جهان از تعداد اعدام هاست بعد از چین. بعد از چین 1,300,000,000,000، یک کشور 70,000,000. اگر به نسبت بخوای حساب بکنی، ما نفر اولیم تو دنیا برای اعدام. برای چی؟ برای اینکه یه مش نفهم داریم.
یه الله درست کرده اون بالا، یه الله درست کرده زیر زمین. این الله ها رو باید شناخت، این کتاب رو باید شناخت. کیه؟ چیه؟ چی میگه؟ راجب چی حرف میزنه؟ من نمیگم بده، نمیگم خوبه، میگم بخونید. آقای میرفطروس در صفحه 90 ملاحظاتی در تاریخ ایران میگه: اعراب فاتح ایرانیان را عجم یعنی گنگ و بیزبان و یا موالی یعنی بندگان آزاد شده میدانستند و آنها را به پست‌ترین کارها مجبور می‌کردند. در هر موردی به ایرانیان اهانت و آزار می‌نمودند. در کوچه و خیابان هرگاه عربی با بار با ایرانی نامسلمانی برخورد می‌کرد، ایرانی مجبور بود تا بار اون تازی بی همه چیز رو مثل یه حیوان حمل کنه. آی تازی زاده، ای تازی زاده، این عرباب مادر تجاوز کردند. بار عربی را بی اجر و مزد تا منزل بی حمل کند و اگر شخص عرب پیاده بود او را و او سواره مجبور بود عرب مسلمان را بر اسب خود سوار کند و به مقصد برساند. اگر غیر مسلمانی مسلمانی را دشنام میداد شکنجه میشد و چنان او را میزدند که به قتل میرسید. ماموران مالیات و مسئولین جمع‌آوری خراج یعنی مالیات ارضی و جزیه یعنی مالیات سرانه مردم غیر مسلمان را تحت فشار و شکنجه قرار می‌دادند. اهل ذمه مسیحی ها و یهودی ها نیز که با قبول پرداخت جزیه ظاهراً تحت حمایت حکومت اسلامی در آمده بودند، مانند زرتشتی ها با آزارها و شکنجه ها و تحقیرهای فراوان روبرو بودند. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به عامل خود تأکید می کند در مورد یهودیان و نصارا یعنی مسیحیان: خراج را بر ایشان سخت بگیر، پول لازم داریم، و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن. علی چون شوهر بیوه زنان بوده خرجش زیاد بوده، چون پدر یتیمان بوده گفته برو از مردم زیادی پول بگیر. مولا علی، مولا علی، مولا علی. این ابن اخوه که خود کارگزار حکومت و مسئول و محتسب خراج بود در مورد چگونگی وصول جزیه از اهل ذمه یادآور می شود. چون محتسب برای اخذ جزیه نزد ذمی می آمد، او را پیش خود بایستی بایستاند و به او پس گردنی بزند و گوید جزیه را بپرداز ای کافر. دین محمدیه، اسلامه، الله داره، امام زمان داره، امام حسین داره، جزیه رو بپرداز کافر. ای نوش جونت هرچی میخوری. علاوه بر خراج جزیه، هر سال به هنگام نوروز و جشن مهرگان مالیاتی به نام ایدی نیز از مردم اخذ میکردند، به طوری که در زمان معاویه این ایدی به 10 میلیون درهم رسید. همچنین در روستاها محصول باغها را به بهای ارزانتر از معمول می خریدند و یا بالاتر تخمین می زدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود از روستاییان مالیات می گرفتند. این گونه غارتها و چپاولها از یک طرف باعث فقر و فلاکت مردم و موجب عدم علاقه آنان به حفظ و احیای شبکه های آبیاری و کشاورزی و گسترش پیشه‌وری می شد، از طرف دیگر با دخالت حکومت در امور آبیاری و کشاورزی ثروت سرشاری نصیب حاکمان عرب می گردید، به طوری که خالد ابن عبدا قسرا حاکم خراسان از سال 105 تا 120 هجری ضمن وصول 20 میلیون درهم حقوق سالیانه خود، 100 میلیون درهم دیگر نیز از طریق غارت مردم به دست می آورد. درآمد فرزند او نیز 10 میلیون درهم بود. اسلام یعنی غارت، یعنی دزدی. من همه حرفم اینه، برو بخون. پایه این دین بر مبنای دزدی و غارت بوده.
تو میخوای آخوند برات چی کار کنه؟ غارت و دزدی با اجازه الله، عدل حرف مفته. شیعه ها اومدن گفتن الله غلط کرده، محمد هم بی خود گفته. اصول دین ستا نیست، چون محمد دینی که آورد گفت اصول دین ستاست: توحید، نبوت، توحید، نبوت، معاد. باید قبول کنی که اشهد ان لا اله الا الله، بدون اینکه دیده باشی باید شهادت بدی. تو سرت میزنم، اگه نه گردنتو میزنم. اشهد ان محمد رسول الله، باز شهادت باید بدم که تو محمد فرستاده اون اللهی که من ندیدمش. 5 دقیقه پیش شهادت دادم و میدونم که روز رستاخیز هست، منو بر میگردونن، به سیخ میکشن. دکون شیعه عدل و امامت رو چرت کرد کرد توی اینا، شد اصول دین 5 تا. تو چی میدونی از دین؟ راجع به دین چی میدونی؟ هیچ وقت نمیرسیم این حرفامون رو تموم بکنیم. دوستان، من کتابا رو تلگرافی براتون میخونم. 23 سال علی دشتی، کتابهای کسروی، کتابهای میرفطرس، کتابهای مهدی شمشیری، کتابهای مسعود انصاری، کتابهای شجاع الدین شفا و خیلی کتابهای دیگه، حدود 70 کتابه که روشنگری میکنه. بدون ترس از سنگ شدن برات زندگی جدید میاره. اگه میخوای بدونی، یه دونه از اینا رو اینجا برات میخونم. با خواندن دقیق 23 سال من نمیدونم این رو براتون خوندم یا نه، چون ریسک نمی کنم. ممکنه اینو دیروز براتون خوندم، اگرم نخوندم. جوانیست از ایران نوشته که وقتی 23 سال خوندم فهمیدم که کلاهی سرم رفته و بعد شروع کردم کتابای دیگر رو خوندم و بعد اومدم نشستم پای منبر تو. هرچی جلوتر رفتم به پوچی این مسائل بیشتر پی بردم. به یه جای رسیدم میگه در این همه سال که ماهواره را داشتم، متاسفانه هیچگاه برنامه شما را ندیدم، اصلا دنبالش نبودم. اما اینک تا آنجایی که این مشکلات روزمره تأمین معاش بگذارد به دنبال میکنم، کاری که بسیار آسان نیست. اما انقلابی که این 23 سال در من ایجاد نمود بسیار شگرف بود. اینی که همش دارم تأکید میکنم، به حرف من توجه نکنید، حرف من بی خوده. من آدم عقده. خیلی ها برای خودشون میشینن فکر میکنن آره این آخونده پسر فاضلی رو کشتن، اینم اومده دیوونه شده کفر میگه. هیچکی نمیدونه که من شروع کردم با آخونده. روزی هم که شروع کردم میدونستم که میان میکشن، منتها مطابق همه کارهایی که ما نمیدونیم و قضاوت میکنیم، اینم عین همون کارو میکنید. اصلا تو من نمیشناسی، من کیم؟ این عین حرفیست که به دکتری که من 3 سال پیش گفت تو تا 3 ماه دیگه میمیری، بهش گفتم تو من نمیشناسی، من کیم؟ من اینقدر کینه به دلم از هیچ جا نیست. من به همه چیز میخندم. نگاه نکن با این قیافه اخمو میام اینجا، حرف خندداری نیست اینجا که بهش بخندم. اما وقتی اون بانو به من تلفن میکنه و میگه که چجور روشن شده و میگه من از تو پوزش میخوام که به تو فحش میدادم،
من چیز دیگه نمیخوام، چیز دیگه اصلا لازم ندارم. وقتی میبینم یک نفر پیدا شد، این یک نفر برای من یک نفر نیست، این به اطرافش نور میپراکنه. چراغ دانش هر کجا روشن بشه اطرافش رو روشن میکنه. اگر یه روزی من میگم مردم، تا روزی که بشینی تو خونت هیچ اتفاقی نمیفته، تا روزی که بترسی از آخوند هیچ اتفاقی نمیفته، اما روزی که حرکت کردیم و همه حرکت کردیم، بچه هایی که همین چهارشنبه سوری رفته بودن خب برای من تصویر فرستادن از تمام ایران، بچه هایی که رفته بودن در تخت جمشید نوروزشون رو اونجا جشن گرفته بودن، آرامگاه کوروش. شما بیایید حساب بکنید زمان محمد رضا شاه پهلوی اسما عباس قلی بود و نمیدونم حسن علی بود و غلام حسین بود و غلام عباس بود و این حرفا. امروز برید ببینید سر جنگ میکنه که اسم بچهش رو اسم ایرانی بذاره، در حالی که حکومت تازی با این مخالفت میکنه. بیایید یه خورده از بالاتر به مسئله نگاه کنید. تجربه های شخصیتون رو نگین که آره من رفتم اونجا. خیلی ها هستن آقا ما رفتیم چه مهمونی هایی، نمیدونی آقا تلفن میکردن پاسداره میومد 30 رقم ویسکی میذاشت، میگفت کدومشو میخوای آقا. این از اون آدمایی که اونجا هستن بیشعورتره، این عقدمنده، این میخواد بره اونجا بگه من که آدم نبودم حالا آدمم میتونم ویسکی با دلار بخرم. این فقر رو نمیبینه، این بدبختی مردم رو نمیبینه، این گرفتاری مردم رو نمیبینه. ریشه این کار رو من در اسلام زدائی پیدا کردم، منتها نه به اسلام فحش میدم نه به اسلام بد میگم. میگم که مطابق چیزهایی که من تو کتاب خوندم، از روزی که کشور ما اسلامی شد این بلا سرش اومد. اگر زمان مشروطه اون 5 تا مجتهد بی همه چیز بی ناموس نمی اومدن بگن که اگر این 30 کرور مردم ایران هر چی گفتن غلط کردن، گفتن ما باید بگیم درسته، و روشن فکران اون زمان زیر بار نمی رفتن اینو، ما خیلی جلوتر بودیم. مصالحه نباید کرد. فردا اگه شاهتون مسلمون علکی بود، مسلمون دو آتیشه بود، اگه رئیس جمهورتون، اگه نخست وزیرتون، بندازینش تو مسترا، برای اینکه دوباره همین وضع بر میگرده. برید به دنبال خردگرایی. تنها چیزی که شما رو نجات میده خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.